رویتر 16 فوریه 2012 27 بهمن 1390 مخالفان ایرانی در عراق با رفتن به کمپ جدید موافقت کردند. پاریس رهبر گروه اپوزیسیون ایرانی در تبعید روز پنجشنبه گفت او با شروع جابجایی ساکنان یک کمپ مخالفان ایرانی در عراق پس از دریافت تضمین‌هایی از آمریکا درباره امنیت آنها موافقت کرده است. این مکان که در 65 کیلومتری بغداد است و به عنوان کمپ اشرف شناخته می‌شود، پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه اپوزیسیون ایرانی است. دولت عراق که رابطه دوستانه‌ای با رژیم تهران دارد، گفته است قصد بستن این کمپ را دارد. این کمپ محل استقرار 3000 مخالف ایرانی است و صحنه درگیری خونین بین ساکنان و نیروهای امنیتی عراق بوده است. شورای ملی مقاومت ایران طی بیانیه‌ای گفت مریم رجوی بعد از اینکه روز گذشته از توصیه‌ها و تضمین‌هایی از جانب وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون مطلع شد، از ساکنان اشرف خواست تا اولین 400 نفر به کمپ لیبرتی منتقل شوند تا جایی برای هر گونه تردید درباره حسنیت آنها باقی نماند. بیانیه شورای ملی مقاومت ایران میگوید انتقال گروه‌های بعدی فقط پس از اینکه نماینده ویژه دبیرکل و دولت عراق تأیید خود را نسبت به تضمین‌های حداقل اعلام کنند صورت می‌گیرد. به ویژه خروج پلیس عراق از داخل کمپ لیبرتی برای پرهیز از تنش، خشونت و کشتار مجدد ساکنان. وضعیت کمپ اشرف یک موضوع اصلی حل نشده باقی مانده پس از خروج نیروهای آمریکا از عراق در سال گذشته است. ساکنان اشرف مدت هاست گفتند بدون حفاظت آمریکا نگران امنیت خود در دست مقامات عراقی هستند. یونان پرس بین المللی 16 فوریه رهبر یک گروه ناراضی ایرانی از 400 تن از ساکنان محل تحت محاصره‌ای در استان دیالی عراق خواستار جابجایی به تأسیساتی در بغداد شد. مریم رجوی گفت از 400 تن از اعضای مجاهدین خلق ایران خواسته است که از اشرف به پایگاه نظامی سابق آمریکا در بغداد معروف به کمپ لیبرتی بروند. اشرف در محاصره است. شورای ملی مقاومت ایران یک ائتلاف فراگیر در بیانیه گفت این امر به رغم این است که با انتقال تمامی خودروها و اموال منقول به کمپ لیبرتی موافقت نشده است. مریم رجوی گفت انتقال شمار بیشتری از ساکنان تنها بعد از آنکه او تضمین‌های امنیتی دریافت کند صورت خواهد گرفت.